ای اهورا، مرا آگاه گردان و سرانجامم را نیک فرما. رضا ابراهیمی هستم، ارادتمند همه شما خوبان فرهیخته در کانال یوتیوب کالج باستانی. امیدوارم هر جا که هستید ایام به کام و اوضاع بر وفق مرادتون باشه. دوستان گرامی، ببینید، بارها عرض کردم ما تفسیر عکس رو نباید بهش دل ببندیم و دل بستن به تفسیر عکس برابر است با شکست. بنده یک سری از مکانهای مهم رو خدمتتون عرض کردم، اما برخی از دوستان گویا به کلیپ‌های گذشته چندان اهمیتی نمیدن، لذا کلیپ جدیدی رو تقدیم حضورتون میکنم در رابطه با چه اماکنی مهمن و ما میتونیم در اونجا وقت بگذاریم. معمولا سخت‌ترین کار در ابتدای راه تعیین کردن یک مکانی هست که به نوعی در اون مکان، در اون نقطه بارگذاری انجام شده باشه، و بارگذاری هم دوستان گرامی با توجه به نوع موقعیت، اقلیم، منطقه جغرافیایی، اینکه شاهی باشه، اینکه نمیدونم مکان شما به نوعی دربند باشه، مکان شما در چه دوره‌ای، حالا خدمتتون عرض بشه، هخامنشی باشه، اشکانی باشه، ساسانی باشه، همه اینها در نوع جانمایی و تعیین نقطه نهایی تأثیر بسیار بسیار مهمی داره. خدمتتون عرض بشه که در باستان همه محیط‌ها دارای نام هستند. برخی از دوستان وقتی که خدمتتون عرض میکنم که نام کوه رو بفرمایید، نام چشمه، نام دره، نام صخره یا نام سنگ با گویش محلی، میگن اگر من این مکان رو به شما بگم شما مکانم لو میره. خب اگه لو میره نگو، من اسم شهرت رو نخواستم، اسم استانت رو نخواستم. دوستانی که شک دارن به هیچ عنوان وارد پیج بنده نشن، چون من بیکار نیستم بیل کلنگ دستم بگیرم و به محض اینکه شما نام مکان رو به من بگید من سریعا برم و با بیل و کلنگ مشغول بشم در مکان شما. چنین وقتی رو ندارم و اصلا در ذات من چنین چیزی وجود نداره. اما ببینید، وجود اسامی مثل شاه و شاهان و پادشاه و شاهزاده و اولیا و وستا و سفلا و دربند و پیر و خاتون و بابا و بیبی و نمیدونم جن و پری و راهزن و دزد و روایت‌های بازدارنده و ملک و اعداد مهم مثل 3 و 7 و 19 و 40 و 13 و سلطان و شاه و شاهزاده و سنگ‌های روایت‌دار و سنگ‌های مثل سنگ رستم، تک سنگ سیاه، تک سنگ سفید، سنگ ابلق، سنگ هرم، کوه هرم، خدمتتون عرض بشه، سنگ عروس یا گلن داشه، چکم داشه، خیلی از این موارد، اینها مکانهای بسیار مهمی هستند. همینطور وجود حوضچه ها، وجود معابد، محراب ها، پرستشگاه ها، آتشکده ها، درختان نخبند و کلیساها، معابد، قبرستانها و پایه پلها، تختگاهها در شیب تند، محیطهایی که محل وقوع یک جنگی بوده و خدمتون عرض بشه که تپه‌های خاص، تک سنگ ها به نزدیک درختان نخبند و
تک سنگ های خاص نزدیک چشمه ها، بالا دست چشمه ها، تک سنگ های خاص در قبرستان ها، انتهای دره ها، سنگ های نگهبان، مکان های راهزنی، تنگه ها در مکان های راهزنی، اشکوفت ها. و خدمتون عرض بشه که همه اینها میتونه محیط های بسیار بسیار مناسبی باشه برای کار کردن در اون مکان ها. همینطور چشمه هایی مثل گنج چشمه ها، زر چشمه ها و چشمه های ساعتی، چشمه تلخ، چشمه گندیده، چشمه شور. و خدمتون عرض بشه که صخره ها، وجود صخره هایی در مکان های نامی میتونه دخمه هایی در اون صخره ها باشه. دورایی ها، چهارراه ها، دربند ها. و خدمتون عرض بشه که آسیاب ها، تومولوس ها، خانه های قدیمی، کاروان سراها، خدمتون عرض بشه که قنات ها، همه اینها میتونه مکان بسیار بسیار مهمی باشه برای اینکه شما بتونید از اون مکان ها نقطه ای رو تعیین بکنید که در اون منطقه و اون نقطه بارگذاری انجام شده. به صورت خیلی کلی بنده مطالب رو عرض کردم خدمتتون، اما همه اینها مستلزم دانش، آگاهی و مطالعه است و به هیچ عنوان شانسی سراغ بار و دفینه و گنج نباشید، چرا که زندگیتون رو در این راه حتما میگذارید و بدون کوچکترین دشتی. در هر حال وقتتون رو نمیگیرم، همه شما رو توصیه میکنم به مطالعه و خدمتون عرض بشه که بالا با مطالعه است که سطح دانش و آگاهیتون بالا میره و اونجا است که متوجه میشید که هر کلنگی رو به هر جایی نباید زد. یک مطلبی رو میخوام عرض کنم خدمتتون بدون رودربایستی. ببینید، برخی از دوستان متاسفانه پردازش ذهنی بسیار قوی دارن. بنده سه روز قبل در مکانی بودم، این شخص بسیار دوست داشتنی، بسیار آقا، بسیار بسیار عرض میکنم متشخص، اما متاسفانه دانش و آگاهی لازم در زمینه باستان رو ندارن این افراد. و زمانی که میای و با دلیل و منطق و با فرمول خاص با اینها صحبت میکنی، نجوا میکنه با بغل دستیش که این هیچی نمیدونه. اگر من چیزی نمیدونم، من بارها عرض کردم، من شاگرد شما، من قطره‌ای هستم از دنیای باستان، قطره‌ای هستم از اقیانوس دنیای باستان، من هیچی نمیدونم، اما همین چیزهایی که میدونم رو خدمتون ارائه میدم. پس دوستان پردازش ذهنی رو بذارید کنار، نمادها رو بذارید کنار. هیچ شخصی نمیاد یک شی ارزشمندی رو، یک دفینه ای رو در یک مکانی بگذاره و روی اون نماد بگذاره. همه اینها فرمول داره، همه اینها با طراحی خاص و طراحی خاص افراد زبده و کارآزموده و متخصص انجام شده، لذا به این سادگی نیست که شما سریعا بخوای بری مکان و مکان رو سمت بری پایین و به گنجینه بسیار بسیار عظیمی دست پیدا بکنی. همه اینها فرمول داره، همه اینها قانون داره و بایستی این قوانین رو دونست. مورد دیگه این هست که وقتی متاسفانه در مکانی تشریف میبریم، میریم در خدمت دوستان به نوعی برای کارشناسی، متاسفانه وقتی یک مکان رو باشون صحبت کردی،
این شخص من نوعی رو 5 نقطه میبره در 5 نقطه مختلف. شوهر خاله میاد، شوهر خاله منو 5 جا میبره، شوهر عمه میاد 3 جا میبره، عمو میاد 2 جا میبره، نمیدونم همسایه میاد 3 جا، نمیدونم. باور بفرمایید من نوعی برای یک کارشناسی رفتم مکانی 3 شبانه روز بنده رو اونجا نگه داشتن و من هم به روی اونها موندم و باور بفرمایید همراه من گریه می کرد که می گفت من وقتی می بینم شما 5 کیلومتر میری بالای کوه و اون کوه رو دونه دونه براشون تشریح می کنی، میای مجددن میری کوه بعدی، مجددن کوه بعدی، تپه بعدی، مکان بعدی، مگه راستی راستی چه خبره؟ دوست عزیز من، ما خام طمع نباشیم. وقتی شما من کارشناس رو به یک مکانی میبری، من صرفا برای اون مکان اومدم. اگر یک مکانت بشه 2 تا اشکال نداره، 2 تا بشه 3 تا اشکال نداره، اما دیگه جرم منو نکش، دیگه منو 10 تا مکان نبر. والا به خدا من هم خسته میشم، من هم گرفتاری خاص خودم رو دارم. در هر حال این رو عرض کردم برای اینکه دوستان بدونن اگر کارشناسی میاد در یک منطقه برای اونها کارشناسی رو انجام بده، دیگه اون کارشناس بنده و نوکر اونها نیست که بخواد 10 تا مکان 20 تا مکان رو ببره و تک تک این افراد دوره میشینن و شروع میکنن به سوال کردن که شاید پاسخ سوالی رو ندونی و طرف بگه دیدی گفتم نمیدونه. ببینید اگر اعتماد دارید مخلصتون هستم، اگر اعتماد ندارید پول گرد بازار دراز. به قدری کارشناس در فضای مجازی هست، به قدری کارشناس در اطرافتون هست، میتونید از اونها استفاده بکنید و بنده هم مخلص همه شما هستم و آرزوی من واقعا موفقیت شماست از صمیم قلب. حتی اگر شما دشمن من باشی، من آرزو میکنم موفق باشی. پس دوستان گرامی، با مطالعه میتونید خیلی از موارد رو تشخیص بدید. اگر بنده مطلبی رو عرض میکنم خدمتتون، اون مطلب رو به سادگی بگیرید. در معیت یکی از دوستان بودیم و این دوستمون دنبال این بود که در همون محیط باقی که باغ 1000 متری که این آقا داشت، من دقیقا در همون 1000 متر یک مکان رو براش بزنم که داخل زمین خودش بتونه کار بکنه. خب اون دفینه و گنج رو من نذاشتم، اون دفینه رو پیشینیان ما در 2000-3000 سال پیش گذاشتن و من واقعا دخل و تصرفی در تعیین مکان نداشتم که من بیام از شما عذرخواهی بکنم که خیلی ببخشید در این مکان 1000 متری شما دفینه بارگذاری نشده. ای بابا شما دفینه رو مکان رو میزنی افتاده باغ همسایم، داخل باغ خودم بزن. من که نمیدونم قربونت برم، اون دفینه رو منم نذاشتم، شخص دیگه ای گذاشته. اگه شخص دیگه ای گذاشته، گناه من چی هست که دفینه در محیطی که مالکش شما نیستید هست؟ پس دوستان گرامی، به دنبال مکان نامی باشید و به دنبال این نباشید که دقیقا در همون قسمتی که شما تحت تملک شما هست، دقیقا در همون جا جانمایی انجام شده باشه. نمیدونم منظورم رو رسوندم یا نه. خیلی خستم، فوق‌العاده خستم. باور بکنید من 3 شبانه روز نخوابیدم، باور کنید 3 شبانه روز نخوابیدم. خیلی خستم، چند روزی بود که متاسفانه جواب کامنت ها رو نمیدادم و دوستان گلمند بودن که معلوم نیست کجا هست و دیگه استاد بارش رو بست و رفت و دیگه هم جواب نمیده. من کوچیک بزرگی شمام، اگر من شناخته شدم توسط شخص شما هست که شناخته شدم. من رو کسی نمیشناخت و این لایک ها و سابسکرایب های شما هست که به من شخصیت داد، به من شأن داد، به من موقعیت اجتماعی داد. پس من دستبوس تک تک شما خوبان هستم و مطمئن باشید که زمانی که من جواب لایک ها و
سابسکرایب ها و جواب کامنت های شما رو ندادم بدونید که من مردم، اما تا زمانی که زنده باشم پاسخگوی تک تک شما هستم. اندک علمی دارم، اندک دانشی دارم، اندک سوادی دارم، اندک تجربه ای دارم در طبق اخلاص در خدمت تک تک شما، حتی اگر شما دوست عزیزی که دشمن من باشی. تک تک شما رو دوست دارم، همه شما تاج سر بنده هستید و به وجود تک تک شما افتخار میکنم. همه شما رو به خالق هستی میسپارم و مثل همیشه دعای همیشه امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای دست یافتنی شما خوبان. رضا ابراهیمی هستم، حق نگهدار.